برنده های عزیز بازم سلام مجدد خدمت همه شما برنامه بستان افیت بخش دوم است و در بخش دوم دکتر صاحب با ما هستند دکتر صاحب سید کمال جلال متخصص اعصاب و روان و موضوع بسیار مهم را که می بخشین می خوام روش بحث بکنیم اختلال افسردگی پیش از قیدگی نزد خانم ها و دختران است که موضوع بسیار مهم است که تو از گفتنش و بعضی کلمات دیگی که وجود داره دخترا شرم میکنن و نمیخوان که بگوین از او خاطر یک اختلال و یک افسردگی نشان به وجود میه ما همین لحظه در فیسبوک هم لایف هستیم شما میتونید سوالاتان کامنت بکنین ما از دکتر پرسان میکنیم و اگر میخواین زنگ بزنین شما تماس در زیر سکنه مشاهده میکنین اما بگیرین زنگ بزنین سالاتان دا از دکتر سپرسان بکنین دکتر سپ سلام و صحبتان بخیر خیر و خوش آمدین تشکر سلام بر خود هم خود هم خوش باشی و سر حال باشه. برای های خود عرض ادب دارم خدا کنه که روز اول هفته را با انرژی مثبت هم با سلامت جسمی و هم با سلامت روانی آغاز کرده باشم ان شاء الله که آغاز کرده دکتر صاحب موضوع که انتخاب کردیم اختلال و یا افسردگی پیش خانم ها قبل از قیدگی است شما میخوایم صحبت های داشته باشیم که یک بیننده ها آشنا شن بعد از او باز میپردازیم به سوالات دیگر ببینه با ما انسان ها چی مرد چی زن چی بدکتر چی کودک <تصفح> انواع اقسام امراض مبتلا میشیم متاسفانه خب بعض اختلالات مشخصی است که مربوط یک جنس خاص میشه یا یک دوره سنی خاص میشه از اون جمله هم یکیش اختلال هفسردگی پیش از قیدگی است بحث رو میکنم شاید هم با این کمتر از هماتان ما آشنا باشن هفسردگی پیش از قایدگی یا تغییرات خلقی پیش از قایدگی به شکل عموم تقریبا بیشتر از ببخشی، بیشتر از 8 فیصد خانمها. اگرچه میگن که ارقام دقیق از این حفصردگی معلوم نیست شاید بیشتر از 8 فیصد خانم ها میارات تشخیصی حفصردگی پیش از قایدگی را داشته باشند ایجا مشخصی از اختلال چی است؟ یک گفته قبل از اینکه پریود شروع میشه یک گفته قبل از اینکه مو عادت مهوار شروع میشه تغییرات خلقی تغییرات حیاجانی بیخوابی استرابات یا تشویش حسابانیت تحریک پذیری و بالاخره سردردی یا دردای جسمی در مجموع خصوصا دردای سدیه ها پیش خانمات تحسس میکنه یک گفته قبل از عادت ماهوار یعنی بین دو سکل یعنی بین دو حتی محور مریض مشکل نداره فقط اعراض مشخصش یا میارات تشخیصش <applause> یک هفته قبل از اینکه پیریود شروع شود تغییرات خلقی تغییرات جسمی و تغییرات رفتاری پیش خانم شروع میشه وقتی که حتی محور شروع میشه دو سه روز در جریان محور امی اعراض شروع به بهبودی میکنه همین تغییرات خلقی تغییرات حاطفی و یک هفته بعد از بعد از اینکه پیریود ختم میشه تا یک هفته ختم پریود یا ختم آت محور اعراض به کلی غایب میشه خاموش میشه بین دو سکل مریض از لحاظ رفتاری و از لحاظ جسمی مشکل نداره یعنی یک وقت مشخص داره یک زمان خاص را داره که بین دو پریود یک هفته قبل از شروع عادت محور، جریان عادت محور و یک هفته بعد از عادت محور یعنی تغییرات خلقی، تحریک پذیری حسابانیت یا تغییرات رفتاری، بیخوابی حتی در خوراک مریض تغییرات میاد در روابط اجتماعی مریض تغییرات میاد، در روابط تحصیلی مریض تغییرات میاد هیچ چیزی برش لذت بخش نیست، هیچ چیزی لذت نمی بره. در مجموع یه شرایطی هست که سر و کانون گرم خانوادگی هم تاثیر سری داشته باشه خانم که مبتلا با ای اختلال است شاید هم حتی سر عملکرد جنسیش تاثیر سری سو کنه و یه سبب شوه که مفاصله بین ازی و بین شوارش بیشتر شوه چون اکثر خانواده ها تغییرات خلقی یا تغییرات رفتاری که پیش مریض تحسس کرده یک هفته قبل از عادت محور جریان عادت محور و یک هفته بعدش صرف شایدم که چون آگاهی ندارن که هفتسردگی پیش از قیدگی یعنی چی صرف از جنبی اخلاقیش شاید بحث کنن و مواسبه کنن که این خانم دیروزا تنخوی شده یا <سؤال> اخلاق اخلاقش تغییر کرده یا زود تحریک پذیر شده یا زود, زود, زود عصبانیات شده یقینا یا زود تحریک پذیر میشن تنخوی میشن روابط میان فردیشان مختل میشه کشمکش های خانوادگی به مراتب بیشتر میشه اما ای برمیگرده میگرده به افسردگی پیش از قایدگی بله یعنی نیاز نیست که ما زودتر قضاوت کنیم که خدای نقاصه در رفتار خود در یا در اخلاق خود تغییرات آمده یا زود برچسب بزنیم چرا یک قسمت درمان از اختلال درک مریض است که واقعا ما درکش کنیم که حالتهای خلقی شما تغییرات هفسردگی که به شما تاسس در سکل خوابتان تغییر آمده در روابط اجتماعیتان تغییر آمده, تغییر ای برمیگرده به مرض شما یعنی این مشکلات مشکلات واقعی است پینجافت درمان درک از این حالت است بله. که متاسفانه شاید هم در اکثر خانواده ها ما بیشتر مریضای خودم بینم. که پایوازشان اگر شوهرشان است یا اگر مادر است یا هم اگر دگاه زی فامیلشان است فقط از اصابانت شکایت دارن یعنی از معلول شکایت دارن از علت نه مم. در کنار معلول اگر به علت هم توجه کنن خانواده انشالله که شاید امید دو هفته که خانم یا دختر دختر جوانی مشکل داره شاید هم که با درک از خانواده از وضعیت مشکل به مراتب کمتر بسیار خوب دکتر صاحب روی هلتاش صحبت داشته باشین چه هلت سبب مشکل نزد یک خانم یا یک دختر خانم میشه با وجود که علت قطعی شناس هم مشخص نیست معلوم نیست خب باز هم فرضیه های هورمون های تخمدان مطرح میکنن آخذه هایی که در مغز است مانند سیروتونین بیشتر مطرح میکنن بعض فاکتورها فاکتورهای خطرساز است م... که زمین داره مساعد میکنه به خاطر حفظ پیش از قایدگی در تخمد... تعادل بین هورمونای های و پروژسترون در جریان پریود سبب میشه که هورمون پروژسترون مقدارش کمتر شوه <applause> یک دلیلش میره مطرح میکنن دلیل دیگهش کاهش جر... حاخذه ها خصوصا سیریتونین مغز ایره هم بیشتر مطرح میکنن و فاکتورهای خطرساز در خانواده هایی که اختلالات خلقی بیشتر دیده میشه چرا افسردگی پیش از قیدگی هم در طبقه بندی اختلالات خلقی شامل است که وجود اختلالات افسردگی اساسی را ما داریم اختلالات دو قطبی است بالاخره سیکل تایمی یا افسردگی داریم و یکیش افسردگی پیش از قیدگی است تغییرات خلقی که در خانواده ها دیده میشه تغییرات خلقی به شکل فردی در خود شخصی که در گذشته خود داشته و متاسفانه سو استفاده های جنسی یعنی سو استفاده نزد خانم هایی که دکتر خانم که متاسفانه و این چیزی نیست که از این ما چمپوشی کنیم <تصفح> ما متاسفانه مریضایی را داشتیم که مورد سو استفاده قرار گرفتن حتی از طرف بستگان بسیار نزدیک خود این هم باید بحث شوه جوامع باید واقعیت مثبت منفی خود باید درک کنه و بشناسه زمانی که میخواین یک جامعه پیشرفت کنه سوء استفاده های جنسی هم میتونه که یک فاکتور خطر ساز باشه و خشونت خانواده خشونت چی در گذشته باشه چی خشونت همیاره در حالت جریان است و یا هم خشونت به شکل تکراری است اینی موارد میتونه که فاکتورهای خطرساز به خاطر حفسردگی پیش از قایدگی باشه متاسفانه بر لوی پیش از قایدگی مشکل دیگه که خانما دارن بعد از ولادت حفسردگی بعد از ولادت هم است یعنی در مجموع مختل شدن سلامت روانی بعد از ولادت که هم یک بحث بزرگی است یعنی این مواردی است و بیشتر خانما ببینید بیشتر از 80 فیصد خانما یعنی به جریان پریود یا دو یا یک هفته قبل از پریود تغییرات خلقی می داشته باشند تغییرات جسمی می داشته باشند دردهای متفاوتی از بدن شکایت دارند سردردی، دردهای درده بطن دردهای پستان ها معمولا و تغییرات در خوابشان تغییرات در خوراکشان این ای معمولا میتونه که آرازش خفیف تا متوسط باشه خو از این جمله 80 فیصد، شان بعض کتاب ها حتی 3 الى 7 گفته بعض کتاب ها الى 8 گفته که میارات تشخیصی به خاطر هفت سردگی پیش از قایدگی ده. ما یک هفت سردگی پیش از قایدگی داریم و دیگه هم سندروم پیش از قایدگی ای دو با هم تفاوت های را هم داره و مشابهت های را هم داره دفعات های ای است که در سندروم پیش از قایدگی واقعتش نسبت به حفظردگی به مراتب بیشتر است. یعنی بیشتر از 80% صد های مشکل دارند. اعراض تعداد اعراض در حفظردگی به مراتب بیشتر است شدتشان هم به مراتب بیشتر است نسبت به سندروم پیش از قاعدگی و در حفظردگی سبب میشه که در زندگی اجتماعی مریض تداخل ایجاد کنه. شاید هم بیشتر خانم ها سندروم پیش از پایدگی را تجربه کنند، خود در زندگی یعنی شاید کمتر است تعداد عراس کمتر است و مدت زمانه که یعنی در زندگی روزمره تغییرات زیادی را وارد نمی سازه. بسیار خوب دکتر از سنین مشخص کدام سنین وجود داره یعنی از سن صحبت بکنین آیا در کدام سن مشخصی مشکل پیش میشه یا که در تمام سنین وجود داره بیشترن بعد از اینکه پیریود شروع میشه در محور شروع میشه یعنی خانم ها مسائل به خاطر افسردگی مبتلا شده به خاطر افسردگی پیش از قاعدگی خب مشخصا کتاب سن وزیر مشخص نکرده که در 16 سالگی در 17 سالگی یا در 18 سالگی خب بیشتر میگن که بعد از دهه دوم الی سیم زندگی یعنی بین ده الی سالگی نسبت به شروع شد بیشتر خانم ها افسردگی پیش از قاعدگی را تجربه کنن خب هستند کدام سن پیششان نیست دکتر صاحب از دخترایی که نمیخوان صحبت بکنن یا از خانمایی که نمیخوان راجع به این مسئله امرای فامیل و یا امرای دکتر با صحبت بکنن به اونا چی گفتنی داریم؟ ببینیم متاسفانه یکی از موارد که مانع درمان میشه مانع پیشرفت تداوی میشه بالاخره مانع بهبودی نزد شخص میشه نظرات خرافاتی در جامعه است <applause> نه تنها راجع به افسردگی پیش از قاعدگی شاید راجع به خود پیریود هم نظرات گوناگون خرافاتی باشه شاید هم فرهنگای باشن که حتی زمانی که خانم پیریود میشه تماما ارتباطات اجتماعی ش قطع میکنن <applause> یعنی خانم محکوم میدانن اما این تغییرات فیزیولوژیک بدن است این تغییراتی است که در حیطه صلاحیت خانم نیست او قصد خود مریض نبسازه این اینمی یک شرایط عادی و نرمال زندگی است اگر اینمی پریود نباشه بالاخره تولد صورت نمیگیره یکی از موارد بسیار مهم و ارزنده زندگی ما شما یعنی به گونه شرم میدارن که خب حالا من برم به فامیل بگویم یا یکی برم به دکتر بگویم یعنی به خود یک شرم احساس میکنن نه تنها در فرهنگ ما در دیگه فرهنگ ها هم متاسفانه استگما وجود داره به مراتب بیشتر وجود داره خو شاید هم در فرهنگی که ما شما زندگی میکنیم بیشتر در مجموع بیشتر اختلالات روانی اگر شما بحث از مشکلات روانی داشته باشه فقط جامعه فکر میکنه یا افرادی که در جامعه زندگی میکنن فکر میکنن که اختلالات روانی مدل دیوانگی است یعنی این برداشت درست نیست در یعنی به شکل عموم از هر چهار نفر یک نفر که در دنیا زندگی میکنه مبتلا به امراض گون, گون روانی میشن یعنی شیش تقریبا 25 فیصد نفوس جامعه را تشکیل میده این 25 فیصد مرد هم بوده میتونه خانم هم بوده میتونه کودک هم بوده میتونه یعنی 25 فیصد کودک ها ما که کودک میگیم با مراتب ما تاکید کردیم از لحظه تولد الی سالگی کودک است مبتلا به اختلالات گوناگون روانی میشن ما تنها مردا اختلال حفصردگی نداریم یا تنها بزرگسالا اختلال حفصردگی ندارن یا اختلالات استراب ندارن ها هم دارن حتی کودکایی که شیرخوار هستن مبتلا به استراب میشن به می ترس میشن مهمی است که شاید اعراض کلینیکیش فرق کنه شیوع مرض فرق کنه و متاسفانه پایین بودن اطلاعات نسبت به سلامت روانی در جامعه کمی بهش نسبت به سلامت جسمی معلومات او است و, اس. و زمان یک کسی ورزش میکنه که با مشکل رو برو شود یک مریضی که یقینا. دکتر شد باز میره ورزش میکنه که باش ساعت من باشه اگ اگر اگ شما پرستان کنه که چرا ورزش میکنی؟ فشارم بلند شده چربی خونم چاربی بلند شده خونم باید ما ورزش کنم نه شما باید به خاطر ورزش کنه که مبتلا با فشار بلند خون نشه شما باید به خاطر ورزش کنی که مبتلا با بالا بودن کلسترول و تراگلوسید خون و شکر نشه یعنی خود مبتلا به اختلالات روانی ورزش میتونه که سی در سلامت یا بیشتر از سی سلامت روانی ما شما را تضمین کنم این مواردی است که متاسفانه بیشتر کسان مراجعه نمیکنند احساس شرم میکنند مامورات مت... موافق هستم پایین بودن آگاهی ما قبلا اشاره کردم که هفسردگی بعد از ولادت 15 درصد خانم بعد از ولادت هفسرده میشن همه اکثر پیش دکتر مراجعه نمیکنن یا معلومات ندارن یا اگر معلومات هم دارن دارم سازم که ما بادا ما مشکل روانی دارم پیش دکتر روان و اعصاب مراجعه کنم این رفتن سبب شو که خانواده ما را دیوانه احساس کنه و کودک ازم بگیره مشکلم است که بعضی کسا نمیخواد پیش دکتر اعصاب روان مراجعه کنم میگن به مردم ما را دیوانه خطاب کنن غیرت یعنی مریم جان ما مریضای دارم که زمانی که بار دوم مراجعه کردن هم لوگو و نام ما که بالا نقطه بوده و راقچی کردن چرا این کارو که کسی نفهمه که ما پیش دکتر اعصاب رفتیم ببینیم مشکلات روانی یک قسم برتن بگیم کالا اسکزفرن یک اختلال تخریب کننده روانی است ایره را هم روز مشکل مغزی میدانن. یعنی عملکرد مغز مختل میشه یک یکی از دلایل عمده و اساسی اختلالات روانی مختل شدن وظایف نارمل مغز است یعنی عملکرد مغز است میری یک مرض مغزی است این همی قسم بیشتر اختلالات روانی را یک ذره تعریف درستی از روان در جامعه ما شما یا برداشت درستی از روان نشده زمانی که ما میگیم اختلالات روانی یا مشکلات روانی فقط مدل دیوانگی است دقیقا اینجا ببینه ما اختلالات شخصیت داریم اختلالات استرابی داریم حتی بحث بعدی ما میداشته داشته باشم اختلالات سوماتیک اختلالات روانتنی اختلالات که مریض از دردای جسمی شکایت داره همه هیچ نوه علت وجود نداره یا این ناراحتیش میتونه که از سیستم هضمی هزمیده باشه این ناراحتی میتونه که از سیستم عصبی از مغز باشه این ناراحتی میتونه که از بقیه قسمت های بدن باشه اما علت مشخص شاید یکی نه دونه ده ها دفعه پیش بهترین متخصصین داخل مراجعه کرده اما مشکل نداره یقینا یک دفعه نه ده ها دفعه پیش بهترین دکتر صاحب قلب مراجعه کرده ده ها دفعه بیچاره کو گرفته ده ها دفعه گراف قلب قلب خود گرفته اما هر دفعه برش دکتر دا تاکید میکنه که برادر از لحاظ داخل مشکل نداری این نرمال است اما یقینا اما این دست درد شکایت داره از ناراحت <تصفح> جسمی شکایت داره که برمیگرده به مو اختلالات سوماتیک سپتام اختلالات اعراض جسمی که بیان میکنه که شما اصلا ناراحتی ذهنی و روانی داره او را اصلاح کنه در دا خود به خود که اصلاح مشه. در با دوای درد متاسفانه اصلاح نمیشه برای که اصلاح نمیشه شاید دوای درد مشکل بیشتر هم خب اگه دکتر صاحب اعصاب ما مشکل داشته باشه یا ای که ما از نگاه اعصاب کدام ناراحتی داشته باشه یا روان ما مشکل داشته باشه بر میخوره به تمام کارهای روزمره ما ما نمیتونیم تمام چیز خود به درستی انجام بدیم یعنی ما شرم میدنین که حالا ما چطور برم نزدیک یک دکتر روان روان درمانی برم مراجعه بکنم یا دکتر اعصاب مدیوان خطاب میشم میشینم با می مشکلاتی که هست اگر خلقی پیدا کردیم مگه مشکلات عصبی پیدا کردیم و یا ای که مشکل روان پیدا کردیم برخورد من مشکل داره با دیگران، این تحمل میکنم ولی یه میره خود زحمت نمیتون که برم مراجعه بکنم مشکل خود حل بکنم یقینا متاسفانه موارد که ما قد یک نه دونه ده ها است که ما رو روبرو شدیم او... به موقع اگر مراجعه نمیکنن چانس بهبودی کمتر میشه شما چانس بهبودی رو چانس درمان و چانس موثریت متاسفانه از دست میده و هم روز افغانستان در حال تغییر است دیگه <تصفح> زمانی که ما سلامت صحبت میکنیم از صحت صحبت میکنیم بالاخره از پیشرفت صحبت میکنیم از طریق صحبت میکنیم کافی کافی در کنار سلامت جسمی سلامت روانی بسیار مهم است شما اگر سلامت تعریف میکنه تعریف داره <تصفح> سلامت به این معنی نیست که فقدان مرض <تصفح> شما باید سلامت در کنار سلامت جسمی سلامت روانی هم داشته باشه سلامت اجتماعی هم داشته باشه سلامت اقتصادی باید هم داشته باشه در مجموع عباد متفاوت شامل میشه صرف یک صحت یا صرف یک سلامت یا صرف یک هلت کشورهایی که امروز به مراتب پیشرفت کردن سلا... در کنار سلامت جسمی برای سلامت روانی هم توجه جدی خود کردن یعنی حقیقینا اگر وا میخوان که وکیل معرفی کنن به پارلمان اگر وا میخوان <applause> که وزیر به کابین معرفی کنن اگر وا جامعه میخواد که یک شخص رئیس جمهور باشه سلامت روانی بسیار مهم است به خاطر که برمیگرده به مراتب به زندگی اجتماعی ما شما سلامت روانی خوبی اگر ما داشته باشیم زندگی تحصیلی ما خوبتر است زندگی اجتماعی شغلی ما خوبتر است زندگی تجارتی اگر تجار اگر ما اگر شغل را که داره روابط اجتماعی ما روابط میان فردی ما در تمام اعباد زندگی ما ثابت می باشیم اگر سلامت روانی داشته باشیم بسیار خوب خوب است یک وقفه بریم دکتر صاحب بعد از او باز برنامه کردیم برینده های عزیز یک میان برنامه می گیریم بعد از میان برنامه شما می توانید شریک بحث ما باشین شما تماس برنامه موجود است زنگ بزنید از دا دکتر سوالاتان پرسان بکنید و در فیسبوک لایف هستیم می توانید سوالاتان کومنت بکنید فیلان میان برنامه بله بیننده های عزیز دوباره برگشتیم و ادامه برنامه بستان آفیت است و ما مریم نوری خدمت شما قرار دارم با دکتر سب کمال جلال متخصص اعصاب و هر روان میشه که شریک ما بحث, بحث ما باشین و با شما تماس که در زیر اسکینات رزون مشاهده میکنین تماس بگیرین و همچنان در فیسبوک لایف هستیم کومنت بکنین ما از دکتر سب پرسان میکنیم دکتر صاحب راجع به تشخیص صحبت بکنید خیلی موضوعی مهم است میخوایم دختر خانم ها و خانم هایی که هستن برنامه ما را میبینه نمیلازه دوباره از این بدانن و چگونه میتونیم تشخیص بکنیم و خودشان باید که وقتی که مراجعه میکنن کدام کار را باید انجام بدن به خاطر تشخیص هفت پیش از قیدگی یک سلسله میارات تشخیصی است این ای میارات تشخیصی را در نظر گرفته بالاخره ما تشخیص هم میگذاریم که شخص مبتلا به اختلال هفت پیش از قیدگی است یا نیست به خاطر که اختلال دیگه که سندروم پیش از قاعدگی است او هم مشابهت را با اختلال افسردگی پیش از قایدگی داره باید حد اقل پنج عرز حضور داشته باشه و این پنج عرز یک هفته قبل یک هفته قبل از شروع محور شروع شده باشه در جریان عادت محور امی که یک هفته قبل که عرز شما پسان نامش هم میگرم که شروع شده وقتی که عادت محور یا پیریود شروع میشه این امی رو شروع به بهبودی کنه یعنی کمتر شده برا. و یک هفته بعد از ختم پیریود یک هفته بعد از خط به یا یادت محور اعراض با کلی از بین بره یا غایب شوم. یک چیزی که بسیار مهم است تغییر در حیاجانات یا مریض زود تحریک پذیر میشه یا عشق غمگین بودن تجربه میکنه یا عشق بار بودن تجربه میکنه و یا هم زود عصبانیت ایره بیشتر تجربه میکنه دو مریض کشمکش ها بین احسای خانواده بیشتر میشه چون مریض تندخوی شده مریض تحریک پذیر شده همین رابطه اجتماعی, که در خانواده است کرا. چی با شوهرش است یا چی بر با بقیه اعضای فامیل است مریض تندخوی از زود اکسل عمل میشه زود ناراحت میشه زود عصبی میشه شاید هیچ نوع احساس یا هیچ نوع لذت در زندگی نداشته باشه حتی اموراتی که قلب قبلا برش خوشایند بود لذت بخش بود از او امورات لذت می برد اگر او در زندگی اجتماعیش بوده رابط اجتماعیش بوده اگر او در ساحه کارش بوده اگر او هم زندگی تحصیلش بوده یعنی بیشتر فالیت های روزمارش متاسفانه مختل میشه, مریض مسترب است استراب داره زود عصبی میشه زیر فشار و زیر استرس خود احساس میکنه بعضا حواس مریض به شکل سبجکتیف یعنی خودش احساس میکنه که حواسم درست نیست دیتو و پرک و پریشان یعنی فکرش درست کار نمیکنه در هر مسئله ای که وجود حتی در اشتیاش تغییرات میه شاید هم که مریض بی شو و یا هم پرخوری پیدا کنه و یا هم دمی جریان که این مشکل پیدا شده به غذای خاص علاقه مندی خود نشان بده و یا هم مریض خود بی انرژی احساس کنه زود خستگی را تجربه کنه و در کنار از این موارد یا بی یا پرخوبی <applause> میتونه که بعض خانم ها را تجربه کنند بعض خانم ها که پرخوبی را تجربه, <applause> تجربه کنند و بالاخره هم تغییرات جسمی این هم بسیار مهم است درد دای مفاصل معمولا دی وقت می باشه پیش خانم ما در دای پستان یا سیدیه ها معمولا می باشه معمولاً ها معمولا پیش از خانم ما می اینمی کلینیک یا اینمی اعراض علایم در مجموع یک هفته قبل از جریان عادت محور شروع میشه وقتی که عادت محور شروع شد یک دو روز بعد اعراض شروع به بهبودی میکنه و بعد از اینکه عادت محور یا پیریود ختم میشه یعنی یک هفته بعدش اعراض با کلی از بین میره بین دو عقد مهور، مریض نه شکایت از تغییرات خلقی خود داره نه از تغییرات عاطفی خود داره و نه هم از تغییرات رفتاری و جسمی خود داره یعنی بین دو سکل مریض کاملا صحتمند است بعضا یک تعداد شاید باشند که بین دو سکل هم اتنا و بهبودی از لحاظ روانی و رفتاری نداشته باشند تحریک پذیر باشند اختلالات خلقی داشته باشند مشکل در خوابشان باشه در اشتیاشان باشه در رابطه میان فردیشان باشه حفسرده و مضطرب و کاهش توجه و تمرکز اگر بین دو پیریود مشکلات حضور داشت این به است که شخص مبتلا به هفتردگی پیش از قیدگی است برای بقیه اختلالات روانی هم مانند اختلالات خلقی چه حفظردگی، چه اختلالات ایدگی مانند اختلالات استرابی باید توجه داشت یعنی زمانی که ما بحث می داشته باشیم از افسردگی پیش از قیدگی یک وقت مشخص است یک هفته قبل از ماهوار، محور جریان ایت محور و یک هفته بعد از علامت اعراض علائم این قوق دوام میکنه یعنی در مجموع دو هفته با بعد از اعراض به کلی غایب میشه اگر اعراض حضور داشت به این که هفت سردگی پیش از قایدگی رد میشه برای بقیه انواع اختلالات روانی را باید دکتر یا روانشناس در نظر بگیره که خدا نخواسته او اختلالاتش از پیش دکتر نایده گرفتنش سبب شود که مشکل دیگه هم بیشتر شوه و معمولا سندروم پیش از قاعدگی 80 درصد خانمای مشکل دارن سندروم پیش از قاعدگی را شباهت که است شاید مریض تغییرات خلقی داشته باشه از عراض جسمی مانند سردردی یا درد پستان ها یا به قسمت های بدن شکایت دارم مگر شدت درد به مراتب کمتر است مدت زمان درد به مراتب کمتر است در هفت پیش از قایدگی حداقل باید پنج هر از حضور داشته باشه که ما تشخیص بگذاریم <متحد> و این پنجره سبب شده باشه که در زندگی روزمره ما تداخل داخل کنه زندگی اجتماعی ش مختل بسازه زندگی میان فردی و رابط اجتماعی ش مختل بسازه بیشتر خانم شاید دختر خانمایی که صنف ده و یازده و دوازده مکتب هستن در جریان پیریود دیگه دنیا همروز جز معلومات افاقی است یعنی <applause> پریود چی است چه وقت شروع میشه حتی در مکاتب تدریس میشه ما امیدوار هستم که امی بون بسته باید ما شما از بین ببریم که بتونن یک دختر خانم بسیار براحتی مشکلات خود بگن اگر در شروع هر چقدر که زودتر تشخیص شود قابل حل است اگر چی این اختلال طبیعتاً به طرف مزمن شدن میره یعنی در بیشتر سکل ها یعنی در یک سال به خاطر تشخیص باید در بیشتر از سکله های حضور داشته باشه و به طرف دوامدار شدن یا مزمن تر شدن میرن خو اگر در شروع متوجه شوند تشخیص شوه درمان شروع شوه و مراتب کمک کنند آسان. بله دکتر صاحب میخوام یک مسئله هم شما بگین دختر خانمایی که عادت اولشان هست نزد اینا شاید بیشتر باشه اینا از بیرون رفتن و در جامعه حضور پیدا کردن یک کم استرسشان زیادتر است و یا که نگرانیشون زیادتر است یا که نمیرن یا که میرن و خیلی مو رو سرشان بد تیر میشه ما اونا چی گفتنی داره؟ ببینه بعض مسئولیتها ها بر خانواده بعض مسئولیت ها برمگرده بر اجتماع بعض مسئولیت ها برمگرده به بر زندگی تحصیلی ما که در مکتب است دختر خانمایی که بعد از 12 و 13 و 14 سال هستند معمولا بعد از این پیریود شروع میشه دادن معلومات کافی از طرف مادر خب به شرط از, از اینکه مادر خودش معلومات کافی داشته باشه یعنی آماده بسازه دختر خدا خواهر خدا فرزند خدا که یک قسمت زندگی شما برمیگرده به دوره تان. ایره تنها ما نیست که تجربه میکنه شاید بیشتر دختر خانم ها فکر کنن که یک قسمت بد زندگی ما یک قسمت ناراحت کننده زندگی ما امی, امی جریان پیریود است و همیش خودم ملامت بدانن این حالت هم میتونه که افسردگی مثل که شما در مقدمه گفته افسردگی پیش از قاعدگی را تجدید کنه <تصفح> امی خوش در مجموع خوشونت صرف خوشونت فیزیکی نیست رفتاری هم بوده میتونه غیر فیزیکی و کلامی هم بوده میتونه بدون توجه یعنی کسی توجه نمیکنه به دختر را میگن که <تصفح> خب حالا دختر است بگذار شهر قسمی که زندگی میکنه بکنه و یکی خود دختر شر میکنه مسئله پیشتر می و نمیخوای خانم آدم روش گپ بزنم میگه حالا اگه من براش بگویم چون دختر نوجوان است شاید سرش گپای ما بد بخوره که این گپو زیاد در روزا میبینین که شما دو چاری مشکل همگی هستن یقینا و و نگفتن سبب میشه که بقیه زندگی زیاد <applause> در خلاص سپری شوه بقیه زندگی از یا با نمی اختلال هفت سالگی سپری شوه و متاسفانه اختلال است این در مجموع بیشتر اختلال روانی خصوصا هفت ها سر کیفیت زندگی روزمره ما شما تاثیرات سو داره این دختره که همروز 13 و 14 و 15 سال است شاید هم که چند سال بعد ازدواج کنه سر در زندگی آینده از که بعد از اینکه ازدواج میکنه در خانه یک می خانواده میشه مسئولیت خانواده برداشتش میشه شاید هم که از عهدی از اون مسئولیت ها با شکل درست برآمده یعنی از شروع که برش با نشه میتونه برش مشکل ساز ده, ده ها مشکل میتونه که سبب شه بونه منظور هم است که مادر هم میتونه تجربه خود با دختر خود شریک بسازه بقیه اعضای فامیل یا دوستای قریبشان یقینا يك میتونن یعنی کوشش کنن که رول مثبت در خانواده بازی کنن ما بیشتر گفتم هفت در دنیا به خاطر چون بیشتر خانمایی که مرتبه اول دو مثلا که حمل گرفتن یا یعنی طفل اول بارشان است زیادتر مسائل هستند به خاطر حفظ سردگی بعد از ولادت اما اگر در جریان حمل اینمی خانم با بقیه نزدیکای خود مثلا خواهر بزرگ خود یا خانم برادرش که یکی دو دفعه طفل به دنیا آورده از ولادت تجربه کافی داره اگر با او دوست شوان و او تجربه خود شریک کنن یقینا اما ترس نگرانی را که خانم داره از جریان ولادت میشو. از سلامت خود بلاخره سلامت کودک خود از پروسه ولادت به مراتب کمتر میشه یعنی ما خطره به با مراتب بایدیره. کمتر ساختم ازه. اینا دادن آگاهی بعد دختر خانما که یک قسمت زندگیتان پریود است شما میتونه که به قدر کافی استراحت کافی داشته باشه خواب کافی داشته باشه غذایی که مکمل است از او استفاده کنه غذای که ترکیب خود ویتامین ها داره مانند میواجات سبزیجات شما میتونه که از او استفاده کنه تمرینات حوازی است یا ایروبیک اکسرسایز در فضای باز اگر امکاناتش باشه شما میتونه که تمرین داشته باشه میتونه که اعراض جسمی را هم در کنترل داشته باشه و اعراض خلقی را هم بسیار خوب <متصف> چگونه میتونیم تداوی بکنیم تداویش میتونه که هم دوایی باشه و هم غیر دوایی <متصف> در تداوی غیر دوایش چیزی که بسیار مهم است درک یعنی هم دکتر و هم اعضای خانواده کسی که افسردگی پیش از افسردگی مبتلا به نوع افسردگی هستند اعضای خانواده با درک کنن که عصبانیت ناراحتی تحریک پذیرید، بیخوابید، خلق حفصردید برمیگرده به جریان پیریودتان شما منقصر نیستی، این دردا دردای واقعی است ما از شما حمایت میکنیم، شما را کمک میکنیم که مشکلاتتان کمتر شود پیش دکتر میبریم تانا، پیش کارکون سهی میبریم تانا بلاخره حد اقل در دورترین نقطه افغانستان فضل خدا ما کل داریم میتونم که همون جبرن با دکتر سیبا مشوره کنن. یک قسمت اینمی تداوی دیگه شناخت درمانی را مطرح کردن حتی گرفتن نور نور کافی کافی <applause> یا لایت تراپی را مطرح کردن یا تغذیه خوب <applause> غذای مناسب غذایی که به قدر کافی ویتامین داشته باشه غذایی که به قدر کافی مواد مغذی به خاطر بدن داشته باشه مایات کافی و بالاخره استراحت کافی و اکسرسایز تمرین ورزش حداقل میتونه که برای ده پانزده دقیقه در فضای باز پیدا کنه هیچ تمرینی که نبود پیدا هست یک نکته خوب گفتین دکتر صاحب یعنی فرد که یا دختری که دادت محور خود است بعضی باورهای غلط وجود داره میگه این نمیتونه ورزش بکنه تمرینات انجام بده شما با اونو چی گفتنی دارید یقینا یعنی یک قسمت تداویش بسیار واضح گفته که ایروبیک اکسرسایز یعنی تمرینات هوازی تمرینات که در فضای باز است. یک نیاز نیست که شما در فضای بسته تمرین کنید تمرینات در فضای باز حد اقل پیدا میتونه که بکنه این کمک کننده است که ما, ما, ما برتان گفتم نظرات خرافاتی سبب شده که اصلا برزیا کمک نرسه ما بیشتر شاید نقاط در افغانستان باشن که در جریان پیروت خانم بخی محکوم میکنن بخی تجرید میکنن بخی جدا میسازندش از بقیه از فامیل تایی اونم نظرات خرافاتی که در بقیه اختلالات روانی وجود داره متاسفانه هیچ هم است ببینه یک یک یک, پروسه نرمال بدن است ای در حیطه صلاحیت از خانم نیست که خودش قصد نیر یا کنترل داشته باشه یعنی یک یک پروسه نرمال زندگی است لطفا این جای از که رو کنه تحقیر کنه تجرید کنه کمکش کنه حمایتش کنه درکش کنه یعنی پنجاه درمانی است <applause> شاید بقیه موارد یک روانشناس یک دکتر اصاب یک دکتر روان مسئولیت بگیره صحیح همه برمیگرده به محیط خانه من برتون گفتم خانمه که افسردگی پیش از قاعدگی داره عراز یک هفته قبل از پیریود شروع میشه یک هفته پیریود میتونه که سر عملکرد جنسی خانم تاثیر سو داشته باشه اصلا از عملکرد جنسی لذت نبره همه شوهر میخواد خواست خود تطبیق کنه اصلا درک نمیکنه خانم خدا این هم میتونه که مو گرم خانواده را متاسفانه برهم بزنه لطفا این موارد جدی بسیار خوب خیلی زنده باشین لطف کردین تشریف آوردین ان برنامه دیگه هم با شما می داشته باشیم موضوع بسیار مهم است باید مردم برسانیم به همو سطحی که میخواهیم و ان شاء تلاش های شما باشه ما هستیم شما باشا. زنده باشین بله بیننده های عزیز امروز همچنان بستان آفیت به پایان رسید امید است که دانش تان کم افزود شده باشه ما تلاش خود کردیم موضوعاتی که شما پیشنهاد کرده بودیم و موضوعاتی که نمیدانستین موضوع برنامه خود قرار گرفتیم روش بحث کردیم امیدوار تا یک هندکه که تونسته باشیم به شما به مشکلات رسیدگی کرده باشیم و لبخند تا لب داشته باشین کوشش بکنین زندگی شاد داشته باشین پر از انرژی داشته باشین دست هم دیگه رو بگیرین و کمک بکنین و شما خودتون هستین که زندگیتون رو تغییر میتین پس از امروز شروع بکنین تا فردا که بازم خدمت شما قرار میگیرم حقوقات لذات خوش داشته باشین خدا نگهدار امه ایما شما